اصل 26. این احتیاجی به این نیست که دو دفعه بخواد در گروه مطرح بشه. این فقط به مناسبت اینه که دوستان ما نمیان. ما 56 نفریم الان در اینجا. 8 تا اگر رأی مخالف یا ممتنع بده تکلیف ما اینجا رو 10 نفر 12 نفر الان غایب هستن. اگر در روزی به همین صورت ما مطرح کنیم مطمئنن رأی بید. اون که قایبه میخواد رأی مخالف نده رفته خود. به طور کلی به طور کلی دوستان بار دیگه اعلام میشه که هر یک از دوستان که جلسه را ترک میکنن نمیان باید احساس مسئولیت کنن در برابر ملت و خداوند و وقتی که اینجا صرف میشه و بحث میشه کاملا صحیحه. یک اصلی که الان 45 موافق داره به طور طبیعی اگر به جای 56 نفر 66 نفر بودن به طور طبیعی این اقلن 48 50 رأی موافق می آورد. ضامن قرار بدین تا به حال نشد. پس یه ضامن دیگه قرار بدید بلکه انشالله انجام بدید. اون آقا اون هم گفته بود که یک شاهدی بیار که آقا بشناسن. خوب اصل آقا بفرمایید. بعدی هم آقا میشه هم مثل هم. بله آقا این خیلی ساده است. بفرمایید آقا اصل 26 تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمیتوان به صرف داشتن عقیده مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد. این بحثی دربارش هست؟ شما بحثی دارید آقای رحمانی؟ توضیح نه میخوام اگر توضیح که اگر بحثی بود توضیح بدید. پس بحثی نیست. اون جای دیگه است آقا. ما آزادی بیان در آینده میاد. بنابراین حالا که بحثی نیست این رو به رأی میگذاریم. لطفاً گلدان رو برای رأی گیری ببرید. آقا اجازه بفرمایید. لطفاً آرا رو آماده کنید. اجازه بفرمایید پس از اعلام رأی نه عرض میکنم معمولا در موقع اخذ رأی صحبت نباشه بعد از اخذ رأی بسیار پس از اعلام رأی در خدمتتون هستیم. توجه بفرمایید نتیجه آرا آقای کریمی نتیجه آرا درباره اصل 26 عده حاضر 53 نفر شماره آرا 53 موافق 51 مخالف هیچ ممتنع 2 تصویب شد. آقای مدنی بفرمایید. شما توجه بفرمایید که غالب این اصله ها که به حد تصویب نمیرسد از جهت غیبت دوستان است. بنابراین اوقات ما ضایع میشود. بنده عقیده امین است به امام مراجعه شود. فکر کنم
یا تعهدی بگیرن یا ترتیبی بدهن الزامی بفرمون که آقایان مادامی که دولتشون غایب نشوند و یا اجازه بدهن ماها برن تو سراغ دارن. متشکر است. اگر اجازه بفرمایید. اصل 27 بسیار. چون الان منعکس میشه که هر روز اینجوریست. آقا ملت ایران بر هیچ یک از ما راجع به غیبت صبح یا عصر، شنبه یا پنجشنبه حق دارد نبخشاید. قرار بود حتی جمعه ها این جلسه دائر باشه و ما هیچ به هیچ عنوان نمیتونیم. یکی از برادران اجازه گرفتن، البته اجازه که یعنی نظر خواستن برای یک مسافرتی برمند، بهشون عرض شد که شما که میرید برای شرکت در یک سمینار، اگر در یک نوبت یک رأی کم بیاریم و شما نباشید، این نمیتونه مطابق باشه نقش شرکتتون در سمینار با اون کمبود یک رأی، و الان ما میبینیم نتیجه اینها رو. بعدم قرار بود حد اکثر برای 7 روز تشریف برن، حالا نزدیک به 12 روز در جلسه حاضر نیستن. اینها من نمیدونم چگونه باید ما جواب بدیم به مردممون. به هر حال ما متعهدیم هر کار دیگری رو داریم در خارج از ساعات جلسه انجام بدیم و در این ساعات از اول وقت تا آخر وقت حاضر باشیم. بعضی از دوستان تشریف میارن وسط جلسه میرن، بعضی از دوستان یه قدری اول دیر میان یه قدری آخر. خب جلسه باید آقا از اول تا آخر باشه و کار بکنه تا کار جلو بره. اصل 27 دکتر غفوری که نیستن و مرحوم طالقانی، این دوتا رو از چیز کم کنیم. کم کرده حد در 48 در 48 کم کنیم. بله 48 کم کنیم. بله برادرمون آقای دکتر روحانی اصراری بود که پست معاونت وزارت کشور را داشته باشن، ایشون موکول کردن به بعد از این جلسه طبق وظیفه‌شون. متشکر هستیم. اصل 27 حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مسون است مگر در مواردی که شرع تجویز کرده است. در پیشنویس قبلی بله من میخوام یک در اجازه بدید در پیشنویس قبلی همین طور بوده، آخرش بوده مگر به حکم قانون. البته اونی که قبلا بوده هیچ، فقط بوده مگر به حکم قانون. و در اینجا برای اینکه کاملا مشخص بشه چی، مشخص کردن که این قانون قانون شرعه. بله حالا اگر در این باره باید بحثی بشه، موافق و مخالفی هست صحبت کنن. شهر یا به صورت قانون در یک قانون یا فردواز که ممکنه بشه هر روز اجازه می فرمایید. اول یکی از اعضای گروه تشریف بیارن و این رو اجازه بفرمایید. یکی از اعضای گروه تشریف بیارن اینجا برای پاسخ به سوالات، چون من سعی نیست به سوالات پاسخ بدم. آقای تو باونت بفرمایید. از گروه ها خواهش میکنیم که برای این گونه چیزها قبلا فرد رو طبق آیین نامه قبلی مشخص کنن که ما به این اشکال بر نخوریم که کی بیاد. بفرمایید. آقای توضیح اجازه بدید توضیح کوتاه میدم. نه بذارید سوال بدن. آقای دکتر زیایی سوالتون بفرمایید. گفتن که حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل، این مسکن شامل محل کسب و کارم میشه؟
در کارخانه است، در محل کسب بشه، تو ماشین است، شامل اونا هم میشه. مسکنش یا نه فقط خانه است. فقط خانه. مسکن تبادر دارد به خانهش. بله بله. اما دکان و محل شغل و اینها را در کجا ذکر کردی؟ خب اون یا شامل مال میشه یا شامل شغل میشه. چیز نیست بله. در دکان یه وقت متعرض مال مردم میشه، یه وقت در دکان یکی از متعرض مال مردم میشه. اجازه میفرمایید آقای دکتر زیایی؟ اجازه میفرمایید آقای دکتر باونر، من انتظار داشتم که این توضیح رو بدن، حالا چون بیانی که فرمودن شاید کامل به نظر من نرسید، اجازه میدن که من توضیح بدم. ببینید، مسکن در عالم بشریت و عالم متمدن یک احترام خاص داره، محل کار در ردیف اموال دیگر است، اما مسکن به اعتبار مسکن و مأمن بودن دارای نوعی امنیت خاص در جامعه های پیشرفته دنیاست، در جامعه هایی که به مرحله تمدن انسانی رسیدن. اینه که مسکن را جدا از اموال دیگر ذکر می کنن، چون اصولا انسان مسکن را انتخاب میکنه برای محل امنیت و آرامش و آسایشش. اینه که گفتن از تعرض مسئول. بفرمایید. بفرمایید. ولی خوش نده بی احترامی بهش نکنه، فرد اجلای حیثیت نامه. بله، تصور شد که حیثیت شامل بشه و حال تصریحش هم خیلی ضرورتی نداره. بله، من یه توضیح میخواستم در این زیل قصد بدم. بفرمایید. خواهش میکنم. سوال این است که این قانون شرع که نوشته شده، ما میخوام قانون بنویسیم با حساب. اولا آیا شما فکر میکنید اگر قانون نوشته بشود، قانون با شرع دوتاست؟ یعنی همون تصوری که قبلا داشته ایم از دولت و ملت که اونا طاغوتی بودن، اینا ضد اونها بودن، بعدا هم قانون با شرع دو مسیر رو طی میکنن تبدیل کردید. یه سوال دوم، این شرطی که نوشته شده فردا ضابطش چی؟ توزیع المسائل است؟ رأی کیه؟ رأی رهبر است؟ رأی شورای رهبری است؟ یه چیز گنگ اینجا ننویسیم مردم سردرگم بشن. یه چیز به درد خود، من نمیگم ننویسی چرد، ولی میگم اولا سوال بنده، اولا شرق و قانون در جمهوری اسلامی دوتاست، و ثانیا اگر یکی ضابطه کلمه شرق چیه؟ و به همین دلیل که فرمودید، ما ترجیح میدیم مگر به حکم قانون باشد، و موقعی که اصلا تهیه میشد هنوز اون اصولی که چارمیخه کرده بود مسئله قانون رو در حوزه اسلام و موازین اسلامی هنوز تدوین نشده بود و ما نمیدونستیم وضع چطوری است، ولذا افراد و گروه مرتب در هر بندی تأکید داشتن بر اینکه کلمه شرع یا موازین اسلام به کار بره. ولی من تصور میکنم با توجه به اینکه در بندهای گذشته به طور صریح و قاطع تبیین شده که هر قانونی باید بر اساس شرع و موازین اسلامی باشد، بهتر هست اینجا ما به جای این مگر در مواردی که شرع تجویز کرده است بگیم مگر بر طبق قانون. ضمناً یه مسئله دیگه هم هست، شاید از نظر به اصطلاح اون اثر روانیش هم جالب باشه، برای اینکه اونجا گفته میشه حیثیت مردم از تعرض مسئول مگر وقتی شرط تجویز کنه، یعنی شرط تجویز میکنه که حیثیت و یا جان و مال رو مورد تعرض قرار بدیم، بهتر گناهش به گردن قانون بیاندازیم. در هر حال مگر به حکم قانون، در مگر به حکم قانون بهتر. اجازه بدید به سوالات به نوبت جواب داده بشه. آقای بنی‌صدر سوالی دارید؟ بله بله، همون مطلب است که اسکی تایید میخوام بکنم. بله، همون به حکم قانون، برای اینکه اگر فتاوی گوناگونه کافی. بله آقای، اجازه بدید آقا به نوبت ها. آقای زیایی صحبت کردن، آقای مرادزهی سوالی دارن بفرمایید. سوال من جواب داده شد. بسیار متشکرم. بفرمایید. آقای هاشمی نژاد نوشتید. با توجه به این که در یمچه مواردی معمولاً این دادگاه، همون قانونی که فرمودیم بخوایم پیاده اش کنیم، دادگاه های صالحه است
که وظیفه داره بگه که شما متعرض مسکن کسی بشید یا نشید. اجازه بفرمایید. به جای قانون همون دادگاه های صالحه رو بنویسیم که هم اون فرم قانونیش رو رعایت کرده باشیم، هم به نظر بعضی از اون حساسیتی که در این جو داره بندازیم. خب من فکر می‌کنم وقتی کلام اجازه بفرمایید. قانونش همون قانونش هست. بله. عرض می‌شود که قانون خودش شامل تشکیل دادگاه یا رأی دادگاه هم میشه. یعنی اگر چون چه قانون جایی گفت در صورتی که مثلا فلان عملو انجام داد کسی میتوانه حیثیتش مورد تعرض قرار بگیره، خود همین مسئله رو دادگاه تعیین میکنه و ابراز میکنه. بنابراین مگر به حکم قانون که باشد شامل دادگاه هم میشه، چون دادگاه هم بر اساس قانون رأی میده. اجازه میفرمایید من یک توضیح باز اینجا بدم راجع به اون موقعی که این اصل باز تعیین میشد. آقای هاشمی نژاد توجه کنید، چرا قانون نوشت شد و نه دادگاه؟ این علتی داره. علتش اینه که در برخی موارد استثنایی قبل از صدور حکم دادستان لازم می شود مأموران انتظامی فردی رو بگیرن. از باب مثال عرض کنم، اگر کسی این در آینده میاد اصلش، اگر کسی را در حین ارتکاب جرم یک پاسبان ببینه موظف او را دستگیر کنه بدون اینکه منتظر حکم دادستان درباره او باشه. بله، و دادگاه که به طریق اولا. بنابراین علت این که اینجا قانون نوشتیم شمول این موارد بود. بفرمایید. آقای مهندس دانشراد سوال. هدایت بفرمایید آقای بانات تشریف داشته باشید که. اجازه بدید آقا نوبت آقای مهندس دانشراد، بعد نوبت جناب عالیه. در کمیسیون وقتی که بحث شد و شرع رو گفتیم، مگر در مواردی که شرع تجویز کرده است، فکر من این بود که شرع ثابته، وجود داره از قبل، کسی هم نمیتونه سوء استفاده بکنه. ولی قانون رو میارند بعدها و برای مزاحمت میارند و وضع میکنند و مشکلاتی در آینده ممکنه کسانی پیدا بشن و بخوان برای مردم به وجود بیارن. این است که مگر به حکم قانون در آینده است، اینجور اجازه میدیم که بعدها کسانی بیان و حقوق مردم رو به حکم قانون بهش تجاوز بکنه، خلاف اسلام. در حالی که شرع رو ما فکر میکردیم که چیزیست که از قبل تدوین شده، شرع الهی است و بنابراین سوء استفاده ازش نمیشه. این پاسخش آقای دکتر باهنر پاسخ میدن، توجه بفرمایید. پاسخش در حرفای آقای مکارم بود که مسئله شرع با توجه به اینکه دقیقاً مشخص نیست بر اساس کدام رساله، وقتی که بخواد جنبه قانونی که قابل اجرا باشه و در سراسر مملکت برای ما قانونیت داشته باشه و یکسان باشه، این در صورتی هست که بر اساس موازین شرعی در مجلس مقننه یا هر جا که باید قانون گذاری بکنه اون قانون رو تعیین بکنه، تشخیص بده، تمیز بده و معین کنه. و بعد که می‌فرمایید ممکن است در آینده قانون سوء استفاده بکنه، ما باید در مورد همه قوانینی که می‌خواد تقنین بشه دقیقاً این مسئله رو جلوگیری بکنیم و رعایت بکنیم که سوء استفاده نشه. چه بسا در بسیاری مسائل اقتصادی و قراردادهای بزرگ باید قانون جلب بشه بعد، و ما بایستی مراقبت بکنیم با قوه نگهبان و غیره و غیره، برای اینکه قانون بر اساس اسلام و مصالح مردم. آقای فاتحی مراد از کلمه حقوق، یعنی با فرض اینکه شرع مطابق حدسی ایشون ثابت هست، منتها در جزئیات چون اختلاف داره قانون تثبیت می‌کنه. بله. آقای اولا چیه و بعدا کلمه که تناسب با او داره محرومیت تعرض اصولا در اعمالی که خشونت آمیز و به صورت جلب و امثال اینها تقریبا اطلاق میشه. مراد از حقوق چیست که مسئول از تعرض باشه؟ بله، این رو بعضی از آقایون که پیشنهاد دادن خواستند یه مقدار باز توضیح بیشتری داده شده باشه که شامل بعض از حقوقی که ضمن کلمه حیثیت و جان و مال و اینها نبوده شامل اونها هم بشه. هر نوع حقی که فردی داره این حقش باید محفوظ باشه و این رو میتونیم
بله اینا میتونیم حذف کنیم، یعنی ما خیلی اصرار نداریم. منتها برای توضیح بیشتر یک نفر صحبت کنه. این گفتم برای اینکه خواستند مواردی را که حقی وجود دارد اما کلمه حیثیت یا جان یا مال مسکن شغل شامل اون نمیشه، اونها را هم اینجا آورده باشیم و بگیم که تعرض به هیچ یک از حقوق افراد مجاز نیست و همه مسئولند در برابر تعرض. این توضیح بیشتر بود و در عین حال حذفش هم ضرری نداره. مخواه اجازه بدید این یه مقداری با جان و اینها سایر جور نیست. سوال که میشه جواب میدن دیگه، سوالی نیست. آقای طاهری سوالی است. هم دنباله بیان آقای مهندس این بود که قانون، ولو البته بعد ما این حرف مطلب رو، یعنی آیون نمایندگان به تصویب رسوندن که قوانین که میگیم همه قوانین اسلامه و این قانون بر همه اطلاقات و عمومات این قانون و قوانین دیگر حاکم، اون موقعی که گروه سه این رو مینوشتن این نبود، اما در عین حال اینجا یک مسئله ایست که در رابطه با حیثیت، ناموس، جان، مال، من فکر میکنم اسلام و شرع چون یک چیز ثابتی داره و لا یتغیره، جزئیاتش هم که فرمودن ما خودمون میدونیم دیگه، آیون در یه مسائل خیلی جزئی اونم نوعاً در عبادی اختلاف دارن و در مسائل این سبکی نوعاً اجماع هست و ادله ما قطعیه. من تایید میکنم همون مورد شرع بنویسید. در حال اظهار نظری است فکر میکنم دیگه. خواهرمون نظر بدید. بله باشه، ما خیلی بحث کردیم حتی قبلا به اصطلاح به وضع قانون داشتن کتاب نقش بلاغه از نظر دولت حاکم جور بود و میتونستن میدونه حالا بعد من زنده و قانون هم وضع کردن که این کتاب زاله است اما خیلی به اصطلاح اجتماع و فرهنگ اسلامی است و این قانون هم وضع کردن و میبردن و این کلمه یه به اصطلاح مگر در مورد شرط تجزیه داشته که جلوی اینجور قانونهایی بیبند دست بگیریم اون زمان تاریخ. اجازه بفرمایید. بله من فکر میکنم، ببینید ما اجازه بفرمایید، ما باید باور کنیم که انقلاب شده. اجازه بفرمایید که گوش کنن به جوابشون. باید باور کنیم که انقلاب شده، باید باور کنیم انقلاب اسلامی شده و باید باور کنیم که نظام جمهوری اسلامی میخواد مستقر بشه. هنوز دید ما اینه که مثل که دولت و حکومت و اینطور چیزایی که بعد میخواد مستقر بشه یه چیز دیگه است. اسلام این گوشه وایستاده از خودش داره دفاع میکنه، یک گوشه میخواد یه چنگی بزنه و یه چیزی برای خودش بگیره. ما میخوام کل نظام، قوه مقننه، قوه مجریه، تمام اینها اسلامی باشه و بنابراین این نوع موضع گیری که ما خودمون رو بیگانه در برابر نظامی که در آینده میخواد مستقر بشه تصور بکنیم و هی مرتب بخوام به اصلاح سهم کوچکی از کل نظام به دست اسلام بیاد، این به نظرم درست نیست. بایستی بدانیم که انقلاب اسلامی شده و نظام جمهوری اسلامی مستقر خواهد. آقای صافی این رو موضع گیری هم که ما خلاف احتیاط بکنیم و کاملا حدود و ثغور را نبندیم این هم تعینی لا يحب الله الجهر بالقول من السوء الا من این آیه قرآن است. این در هیچ قوانین عادی هم ذکر نمی شود. این با همین عقل کاملا مرتبطه. حالا اینجا قانون شرع که باشد این آیه را شامل می شود و الا اگر این را ننویسیم قوانین عادی لا يحب الله الجهر بالقول را نمی نویسند. باید بنویسن. باید بنویسن. اگر قوانین قرار است در آینده بر طبق اسلام باشه باید بنویسن. آقای بنی‌صدر عرض کنم اگر ما در همین دوران انقلاب احکام متناقض صادر نمی شد از قضات شهر حرف شما صحیح بود، اما در همین زمان خود ما در مسائل مشابه احکام متفاوت است. وقتی این رفت در قانون ما طبق اون اصل بالا میشه، رویه یکسان میشه، اقلا در همه جا یک شهر اجرا میشه.
و این نمیشه که مثلا در یک مسئله در تهران یه جور حکم میدن، در کرمان غیر حکم میدن، و این ترتیب به اصطلاح تعدد رویه ها امنیت قضایی مردم به خطر میاندازه. بنابراین نفرمایید که اجماع هست. لازم ایدا. پس یا ما قوانین رو طبق شرع تصویب میکنیم، پس اینجا به حکم قانونه. اگر طبق فتاوی گوناگون میخوایم عمل بکنیم، خب این خلاف این قانون اساسی لازم نیست. متشکر. پیشنهاد کفایت مذاکرات هست و به اندازه کافی هم. بله بفرمایید. این حصار این مذکورات علتش چه بود؟ بله. مثلا چی میخواید اضافه بفرمایید؟ حقوقی که ملت دارد، افراد دارد، خیلی بیش از این هاست. مثلا ما بفرمایید چی میخواید اضافه کنید؟ آه بفرمایید آقا. خیلی متشکر. هر گزه هر گزه برسیم برسیم و سایر و تمخان باشیم. آقای بله اجازه میفرمایید متن رو از نظر کلمه شرع و قانون، کسانی که موافقند در اینجا در این متن باشه در مواردی که شرع تجویز کرده است، در مقابل کسانی که موافقند قانون تجویز کرده. اونایی که ترجیح میدن کلمه شرع رو اینجا بر قانون دست بلند کنن عده کمی است. کسانی که موافق هستند به اینکه اینجا کلمه قانون گذاشته بشه بسیار خوب. بنابراین کلمه شرع رو به قانون تبدیل می‌کنیم و با رأی با ورقه بنده متن رو می‌خونم. حیثیت، لطفاً به متن اصل توجه بفرمایید، خونده میشه که اعلام رأی میشه. آقای حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تر. آقای تهرانی فرمودید من دارم برادر عزیز اعلام رأی میکنم، این فرمایشتون رو فرمودید. حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مسون است مگر در مواردی که قانون تجویز کرده است. لطفاً گلدان‌ها را برای رأی گیری ببرید. یکی آقا ببینید آقا، این حسنش آقای تاری اینه که محدودتر میکنه. لطفاً بگذارید با همین صورتی که نوشت شد رای بدید. اصلاحات لفظی عرض شد، بعداً هم میسر فعلاً مطلب رای بگیرید. نتیجه رأی گیری، عده حاضر در جلسه 55، شماره آرا 55، موافق 51، مخالف هیچ، ممتنع 4، اصل 27 تصویب شد. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
ساعت 7 و تمام آقا وقت جلسه. اجازه میدید آقا این وقت مجلس تمام صبح شنبه انشاءالله ساعت 8:30 در جلسه مشترک گروه ها.